میخوای امروز درباره سیغه بگیم؟ آره سیغه. باید این اصلا سیغه از کجا اومده؟ ببین مثلا فارسی سیغه چی میشه؟ ازدواج موقت. مطعه آره. مهم اون مفهومیه که در پشت این مسئله وجود داره. من کلن ازدواج موقت رو برخلاف خیلی کسا که خیلی منفی بهش نگاه میکنن تاییدش میکنم، برای یعنی به عنوان یه راه حل مقطعی در جامعهمون، نه مثلا در دراز مدت، چون اساسا با ازدواج مخالف هستم، حالا چه موقتش چه دائمیش. اما اگه قرار باشه که به کسانی پیشنهادی بدم، یعنی بین این دوتا، بین ازدواج دائم یا ازدواج موقت، میگم به بهله اول ازدواج موقت رو انتخاب بکنید، یعنی همون چیزی که سیغه تو جامعه ما خونده میشه. من اون زمانم که من زینب بودم خیلی برای این مسئله تبلیغ میکردم، به خاطر اینکه احساس میکردم که خیلی از مسائل و مشکلات جوانان ما رو و جامعه ما رو حل میکنه، به خاطر اینکه خیلی با دید ازدواج دائم میرن جلو ولی نهایتا به طلاق منجر میشه در یه مدت خیلی کوتاهی. چقدر هم خرج متحمل میشن، چقدر هم به هر حال به هم دیگه وعده و عید میدن، ما با هم میان نمیدونم با کفن میریم نمیدونم با تعهدات و فلان و تمام این چیزایی که میگن، ولی یعنی در واقع وعده و عیدهایی به هم دیگه میدن که این با اون زمینه واقعی وجودی اون دو نفر تطابق نداره. اما اگر همین افرادی که اینقدر دنبال ازدواج دائم هستن ازدواج اینو مثلا به عنوان موقت انتخاب بکنم، من اینو حتی توی دفتر مشاوره خودم به خیلی ها پیشنهاد میکردم، گفتم که قبل از این که اصلا ازدواج کنید به هم دیگه وعده ازدواج بدید یا قول ازدواج بدید، اسلام هم که حالا اجازهشو داده تو جامعه‌ای که هستید، برید مقطعی این ازدواج موقت، برید با هم دیگه حتی رابطه جنسی با هم داشته باشید، رابطه یه زن شوهر که هر تو همه زمینه‌های زندگیشون هستن، شما فکر کنید یه ماه یا دو ماه با هم دیگه اینجوری هستید، بعد امتحان ترای بکنید این مرحله رو. این برای کسانی که به طور کلی میان با دید ازدواج داره. یک سری کسایی هم که میان که خب مثلا مقطعی میخوام با یک فردی رابطه داشته باشم، فکر کنید مسافره یا یک شغلی پیدا کرده در یه مثلا یه ماموریتی پیدا کرده در یه مقطعی، فرض کنید 3 ماه باید بره توی یه جزیره کار کنه، جزیره خاک کار کنه، تو آبادان کار کنه، تو شیراز یا فلان. ویدیو گرفتم که گفتی که بنابه شرایط ایران صیغه میتونه کمک کننده باشه برای بیشتر بیوه ها دیگه ها؟ نه برای زن ها، برای دخترهای حتی باکره هم من پیشنهاد میکنم. برای دختر اون پرده دوشیزگی توی ایران خیلی چیزه مهمه. آره اون چی میشه خب بره، بالاخره باید با یه نفری میخواد بره چی بهتر. حالا از دیدگاه من دختر خوب اینه که دختر خوب آره از دیدگاه من اینه که باید امروزه تا اونجایی که میشه همه چیز راه همین راه فرنگی ها، راه فرنگی بهتره راست. خب حالا بریم به سراغ چیز داستان سیره. خب من دارم میگم که جامعه ما که ایران اسلامیه به دور از این روش استفاده بکنیم در مقابل ازدواج دائم میتونه یه راه حلی باشه که بهتر از اون باشه، یعنی شما بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنیم. من که کلن اساسا با ازدواج مخالفم، از یه طرف هم صیغه خیلی بهتر از ارتباط با فاحشه هاست. توی چه کشورهای اروپایی کسایی که نیاز جنسی دارن میرن ارتباط، یعنی به فاحشه خونه میرن و نیاز جنسیش رو برآورده. درست. من مخالف این مسئله نیستم چون نیاز جنسی هم خب باید برآورده میشه. این صیغه یا ازدواج موقت نسبت به فاحشه خونه ها امتیازی داره و اون امتیازش اینه که وقتی که با اون زن حتی به طور موقت ارتباط برقرار میکنه به مدت مثلا 1 هفته یا 2 هفته، این ارتباط صرفا جنسی نیست، یه ارتباط عاطفی هم هست،
یه ارتباطی هستش که آه. مثلا فرض کن نیمچه شوهریه برش. آره یه فرض کنم برند که من دوستم دوست آلمانی مثلا میگه من یه ماموریتی گرفته بودم توی ایران، بعد امام اومده بود گفته بود اگه شما بخواید این سه ماهی که شما مثلا دارید یه نیروگاه نمیدونم برق داشتن اونجا درست میکردن طرف آلمان گرفته بودن اونجا، گفته بود شما توی این سه ماه میتونید اگر بخواید یه زن ایرانی رو به شما مثلا حالا بیوقت یا فلانه یا حالا یه شرایطی بالاخره داره که این زن خودش رو برای مسئله اعلام آمادگی کرده. وقتی به من گفتش با هم صحبت کردیم گفته برند گفت به نظر من خیلی فکر خوبیه و من همین کار رو میکردم، یعنی برند گفت. گفتم خیلی خوب موافق این مسئله بودم منم. گفتم برند به نظر من این پیشنهاد خوبی به خاطر اینکه تو که تو این سه ماه میخوای مثلا با یه زنی باشی، بعد گفت آره این زنی که اینو معرف میکنم مثلا فرض کن آدم رو میبره و یه همچون موردی هم بود که تعریف کرد، خیلی من خوشم اومد. خب آدم میره با خانوادش آشنا میشه، زن غذا میپزه، با هم میرن میان نمیدونم شاپینگ میرن، تو اون مدتی که مثلا سه ماه هست مثلا به هم دیگه داد و ستد آتی فقط جنسی نیست، رفع نیاز جنسی نیست. حالا فرصش در اینجا این که برای من ازش استقبال کردم خانم کی میاره چی پیوندش میخونه یا نیاز متاسفانه ملا، ولی ببین ملا کمیسیون خودشو میگیره بازرگانه. آره ولی مثل خب به این فاحشه خونه ها خب به هر حال یه چیزی دارن دیگه، اداره‌ای دارن دیگه. آره. تو فکر کن که همه درصد که به همه پول که به فاحشه ها که نمیرسه که میشه بگی یا خانم هم یک هم مدل مثل همین جاکشی نه خب ببین حالا جاکشی رو حالا ببین سودش دوشون برسه ببین اینجا میگن حالا سویلتر اگه بگیم به آلمانی کارشون کرکته، یعنی کارشون تو اینجا کار خودشون درسته، ولی آخوندهای ما که حوری میفروشن کسی از اون دنیا نیومده که ببین حوری هست یا نیسته، یعنی تو همه کار جاکشی خودشون هم اینا یه کلک و به صدا نه حالا اون حوری رو اون تریک ها رو بکن، ولی در مورد این کاری که رعالش بریم میاد. آره رعال که در رابطه با صیغه و اینا انجام میدن به نظر من این همه افرادی که ضد صیغه تبلیغات منفی میکنن باید این جنبه های خوبیش هم ببینم. من الان با اون برن که صحبت کردم با وجود این که خب حالا یه ارتباط عاطفی هم خود بین من و اون به وجود اومده، ولی من دیدم چقدر منطقی برخورد میکنه. سر همین که آخوندهای ما همین کار جاکشای اروپا رو میکنن ولی نسیه واگذار میکنن به اون دنیا. یعنی چی؟ یعنی آخونده پول آخونده او تمام این زمین های که اینها دارن موقوفات از همین حوری فروشی به دست اومده دیگه. آره اون حوری فروشی که مثلا فرض بهشت رو میخواد بفروشن حوری زنهای خوشکل، زنهای خوشکل با بچه خوشکل که برش میگن قلمان. خب حالا چه رفتی به سیغه داره؟ اینا بابا عزیزم سیغه و همه این کارهای آخونده به هم دیگه رفت داره، تو میگه نداره؟ زیاد اصلا منو خوب کرد یا بابا. خب چه من میگه از دیدگاه منه اصلا این سیستم حالا دو سال دیگه سه سال دیگه باید بریزیم از اساس ساختمان درستی بسازیم. حالا توی ساختمان پوستیده سیغه میغه که دختر و پسر که از بچگی باید با هم باشن نتونن باشن سوسیال نباشه بره هر دنیا الان تو آلمان خیلی چرا جدا شدن چون دیگه شوهرشون امامزادشون سوسیال آمته نیاز ندارن برن خودشونو بفروشن. از بنیاد باید کارا درست بشه،